长的头发，黑黑的眼睛，好像在什么地方见过你。این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از ترکیدن پاسدار فخریزاده که یه جورایی کل نظام رو برد روی ویبره و سگ و سیله های عمامه دار و بی عمامه رو انداخت به جون هم. ببینید تو استبل ولایت چطوری شیخ پری رو بردن زیر اخیه. جناب آقای رئیس جمهور روز چهارشنبه بیان میکند که آمریکا به بد و خوب تقسیم میشود و ژانویه 2017 رو مبدأ آمریکای بد و خوب داره قرار میده. خب معلومه که در چهارشنبه رئیس جمهور ما پیام ضعف مخابره بکنه و روز پنجشنبه معاون وزیر خارجه ما یک جاسوسی رو با لبخند بدرقه بکنه، در روز جمعه هم دشمن در عملش تردید نمی‌کنه. این روزها عزما و باقی جک و جونوراش بدجوری دچار کابوسن و احتمالاً از ترس جونشون به چنین شگردهایی رو آوردن. عزما هنوز که هنوز توی باتلاق انتقام سخت پاستور سلیمانی گیر کرده، بعد بسیجی‌ها دنبال انتقام سخت این یکی‌اند. نشست پیگیری و بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان ایشان در دادگستری استان تهران با حضور جمعی از مسئولان قضایی برگزار شد. در این نشست بازپرس ویژه رسیدگی کننده به پرونده ترور سردار شهید سلیمانی از تشکیل کمیته تعقیب و ردیابی متهمان پرونده ترور سردار شهید سلیمانی و همراهان ایشان در دادسرای تهران خبر داد. آخوندا هر وقت که اومدن انتقام سخت بگیرن به چنین سرنوشتی دچار شدن. توی این اوضاع قمر در عقرب مم جواد ظریف هم دنبال تصفیه حساب با رقباشه و پشت پرده سیاست انقباض رو اینطوری لو میده. بعضی دوستان میرن نه به چین، حتی به آمریکا. گرا میدن که با ما بهتر میتونین کار بکنین. ما که سکوت میکنیم دلیل نداره که متوجه نیستیم از این گراهایی که داده میشه. من به کسی رو متهم نمیکنم. البته نه اون گرا دادن ها در دیان نظام دوام میکنه و نه این فاشگویی های ظریف. در هر حال سیبل اصلی عمامه عظماست. تو روزایی که شیخ فری میخواد آب نظام رو با نتیجه انتخابات آمریکا گرم کنه، این بوفاله ولایت به صحنه اومده تا باند رقیب رو اینطوری بفرسته توی چرخ گوشت. برادران و خواهران، بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، شما گول یک عده کاسبکار سیاسی رو در این کشور نخورید. تا به امروز خیلی شما رو فریب دادن، خیلی شما رو گول زدن، باغ سبز و سرخی به شما نشان دادن که بیان بر مقدرات سیاسی کشور و نظام و انقلاب شما مسلط بشن و نتیجه سلطه‌شون هم دارید میدیدید. این مدیریت‌های نابکارانه و ناقصانه است که دارن انجام میدن. حالا بشنوید از جوجه تئوریسین نظام که رای دهندگان به شیخ فری رو میذاره سینه دیوار و کاسه کوزه ها رو بر سر اونا میشکنه و میگه تقصیر خودتونه که رای دادی. بابا این مشکلات 90% مال توه. من اینجا تصمیم درست بگیرم وام بخوام بدم به یه بابای بدبختی بیچاره بریتون، این چه ربطی به اون طرف داره؟ بابا ما 85 میلیون جمعیتیم، خودش یه بازار بسیار بزرگه. بعد از اون طرف پولا خرج چی میشه؟ واردات بیرویه، قاچاق کالا، آب معدنی 45 هزار تومانی. یعنی من اون هاش دو نیست چیه؟ غذای سگ و گربه با عرض 4200. مردم گشنن، غذای 4200. ببین اینه حالا جلو چشمه. برای چی؟ برای که نوش جونتون جوونا. هیچ که برای ما کار نمیکنه. چرا؟ همه دارن کار میکنن براتون. این حاصل انتخاب خودته. این رئیس بزرگتر لاریجانی هم اومد نظر کارشناسی بده، کل ملخ زد. ببینید چطور نظام رو با گاو مقایسه میکنه. من شنیدم بعضی از بزرگان مسئولین ما گفتن
اگر بایدن یه تصمیم بگیره مسائل ایران و آمریکا حل میشه. مسائل ایران و آمریکا حل نمیشه. نه به خاطر ما، به خاطر سیاست‌های اوناست. اونها ما رو میخوان تبدیل به گاو شیری کنن. آره اگه ما تصمیم بگیریم گاو شیری بشیم اصلا کلا مسئله حل میشه. مشکل نداره. حالا این وسط شیخ فری رو ببینید که همچنان توی فاز خالی بندی و مشغول بافندگیه. و بعد امروز رسیدیم به یک نقطه مطلوب. آی سی یو های ما مجهز، اعلام شد که در این دوره 8-9 ماهه کرونا حدود 2178 تخت آی سی یو اضافه شده. خب این رقم بسیار مهمیه. تجهیزات درمانی ما، کادر درمان ما همه به صحنه آمده. اگه این چنین نبود ما 4000 تخت آی سی یو داشتیم، یه روزای ناچار شدیم 5000 رو ببریم تو آی سی یو. چیکار می‌کردیم؟ یعنی 4000 نداشتیم تخت، ولی امروز داریم به حمدالله به خاطر کار بسیار گسترده‌ای که نسبت به این تجهیزات انجام گرفته. مهار کرونا توسط شیخ فری شبیه کاریه که این بابا انجام میده. همینقدر واقعی. وقتی رئیس جمهور نظام یه چنین دروغگویه دیگه تکلیف باقی مهرهای حکومتی روشنه. یه نمونهش این موجود بیچشم و روه که حیا رو خورده و شرم رو بسته به کمرش. ما عقیده داریم که نیازهای اساسی مردم باید تامین بشه در همه زمانها. در هر زمانی باید مردم ایران اسلامی از نعمت نظام اسلامی و از نعمت حق خودشون برخوردار باشن. یعنی در واقع نیازهای اساسی، کالای اساسی اولین مواردی هست که مورد نیاز مردم هست. یعنی ما باید با تمام توان از این به این وظیفه عمل کنیم. یعنی هم دولت هم مجلس، که در ایران اسلامی هیچ خانواده‌ای، هیچ فردی نباشد که محتاج شام شب باشه. سفرش باید پر باشه. یعنی از سفره مردم باید کم نشه، مخصوصا محرومین و مستضعفان. مشکل این جماعت اینه که بازیگری هم بلد نیستن. بازی این طرف رو مقایسه کنید با بازی طبیعی این کوچولوی بانمک. اونی که توسط این دوست ها پر شده سفره مردم نبوده، بلکه جیب آخوندا بوده. ببینید تو جنگ و دعوای باندی چطوری داستان بخور بخورشون رو میکنن. الان هزینه های جاری دولت وحشتناک بالا رفت. هر دولتی میاد، هر رئیس جمهوری میاد، یه تیمی رو که قبلا قول داده بود در ستادش بود میاره تو نهاد ریاست جمهوری. هی میاره اینجا تلمبار میشه، اینا استخدام میشن، حقوق بگیر میشن، بیکار میشن. همین الان مجلس، الان در مجلس شورای اسلامی من شنیدم، از یک از نماینده ها شنیدم 70 نفر از بیرون آوردن داخل مجلس. اشتهای این جماعت برای خوردن مال مردم یه چیزی تو این مایه هاست. پر رو هم که معلومه چند واحد دجالگری پاس کرده، دزدی و مال مردم خوری رو اینجوری تئوریزه میکنه. گفتم 14 تا معصوم دارم، یک کدومشون فقیر نیست، پول دارن، میلیاردران زمانشون هستن. برادر امام صادق علیه السلام داره میره نمیدونم بغداد که خیانت کنه. امام میدونه، شایبه امام هم میدونن. اومدم بهش گفتم برادر، برادر داداش، امام آورده اندازه کل آن چیزی که قرار هارون رو رشید بهش بده به بهانه خرج سفر بهش میده. میگه شما داری میره. گفتن آقا این اندازه پول برای نفری که داره میره که زیرا به شما رو بزنه. گفت خواستم این رو حق چیز رو براش تمام بکنم، حجتم براش تمام بکنم. چقدر داشته؟ خب تو قرار امام صادق باشی تو این جامعه.
البته از این دزدی ها چیزی عاید آخوندا نمیشه و همه چیز رو عمامه خودشون خراب میشه. به زودی چوبشو میخورن. توی سوتی بازار ولایت هر بار برگ جدیدی رو میشه. مثلا این مشنگ اومد نقش خمینی در انقلاب ضد سلطنتی رو تشریح کنه، اما اونچنان سوت بلبلی زد که بعد مجبور شد بگه غلط کردم. خالی کردن پشت شاه در خارج از کشور عامل سقوط رژیم پهلوی شد. یعنی فکر میکنید که بین امریکایی ها و امام مذاکره صورت گرفت؟ نمیدونم، من خبر ندارم، چون شاید به این صورت بشه راحت تر گفت که حضرت امام فرزند ناخلفی برای اونا بود. اونا پشت شاه رو خالی کردن و از این فرصت هم انقلابی‌ها با فرماندهی امام، با رهبریت امام، از فرصت حداکثر استفاده کرد. این هم یکی از اون مشنگ های کله کروناییه که رئیس یکی از کمیسیون های مجلسه، اما بلد نیست دو تا کلمه انگلیسی بگه و به جای anywhere و anytime میگه anywhere و anytime. دشمن اجازه دادیم که در تمام مکان ها و در هر زمانی بتوانن از هر جایی که میخوان بازدید کنن. یعنی بازدید های بی سابقه. خود anywhere و anytime. anywhere و anytime این اینه کلمه یکی درش به کار رفت، یعنی ما ترجمه نمی‌کنیم. ترس از خشم مردم و آینده نظام بدجوری آخوندا رو به حول و ولا انداخته. این همه روزه محبوبیت و اقتدار رو این حرفا میخونن، اما آخرش به جایی نمیرسن و ترسشون اینجوری میزنه بیرون. مدیم این بابا رئیس جمهور ترامپ نرفت، موند. آمدیم اون یکی که بعدش ما خیال میکنیم میاد بهتر میشه، او آمد و بدتر کرد. ما که نمیتونیم سرنوشت این همه مردم رو، 80 میلیون مردم رو گره بزنیم به اراده اونها و خواست اونها. خود ما تدبیر بکنیم کار رو، خود ما تدبیر بکنیم، یه فکری بکنیم. اینجور وضع مردم پیش نمیره و متاسفانه شرایط بدی است و یک بدی هم که داره، دلم نمیاد این رو بگم، اما مردم حالا اینجور شده دیگه. من نمیدونم، همه این کمبودها، همه این ناراحتی ها رو از این عمامه میبینن. اسکول کردن آخونده هم این روزا به یه چالش تبدیل شده و ملت اینطوری به ریششون میخندن. اینجوری میشه که آخوندا بیخیال عبا و عمامه و منبر میشن و مثل این سوباسای عمامه دار میزنن تو خط شوت یه زر. تو مشنگستان نظام همه جور جنسی پیدا میشه. این جماعت حتی وقتی میخوان ضد عفونی بکنن هم یه چنین صحنه‌ای درست میکنن. حالا که صحبت از ضد عفونی شد، این نمونه رو هم ببینید که در نوع خودش منحصر به فرده. ضد عفونی شتری. اینم یه خودروی مجهز داخلی با آپشن‌های متنوع در ماه‌های پایانی سال جهش تولید. آخوندهای تروریست وقتی میخوان تو تلویزیونشون مسابقه را بندازن هم همه چیزش به سبک خودشون میشه، از دکورش که توش بمبه تا سوالاش که راجع به آخوندها و مهرهای ترکیده نظامه. کدام شخصیت‌های تاریخ انقلاب اسلامی به دست گروهک فرغان ترور شدن؟ یه نکته انحرافی داره، دقت کن که اشتباه نکنی. پس اونایی رو انتخاب خواهی کرد که فرغان ترورشون کرده. آماده ای؟ بله. بی زحمت بمب فعال شد. شماره 1
فعال شد. حالا برو 30 ثانیه ببینم چی کار میکنی، کدوم گزینه رو انتخاب میکنه. قرمز. دقت. 3 2 1. شرکت کننده. تیویریش در هفته ای که گذشت یه دسته گل دیگه هم به آب داد. همسر فخری زاده رو آوردن تو تیویریش تا باهاش مصاحبه کنند، بعد تک تک جملات رو بهش دیکته کردن. تیویریش نگو، سوتیریش بگو. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، عرض تبریک و عرض تبریک به شهادت ایشون رو تبریک میگم به همه و مقام معظم رهبری که بهشون ایمان داشتن و عاشقشون بودن. اونهایی که هستن راهشون رو ادامه بدن و اجازه ندن خونشون پایمال بشه، چون مسیرش خیلی مهم بود براش و خونش رو پاش گذاشت و مسیرش ادامه پیدا. در پایان توجه شما رو به یه هنرنمایی جالب با عروسک جلب می‌کنیم که اصل عروسک گردانیه، بقیه اداش هم نمیتونن در بیارن.